با آموزش کاربری پورتال دوران در خدمت شما هستم. این جلسه کنترل پنل جدید و اجزای اون رو خدمتتون آموزش میدم. خب اگر قبلا با پورتال دوران کار کرده باشید، احتمالاً با ارتقا به نسخه های جدید میبینید که کنترل پنل ادمین که در بالای سایت قرار داشته یه مقدار تغییر کرده. منطق کنترل پنل هم منطق سابق هست، ولی خب برای اینکه دسترسی راحت تری داشته باشه و کار با اون ساده تر باشه، یک مقدار رابط کاربریش تغییر کرد. کنترل پنل جدید همطور که مشاهده میکنید دو قسمت داره. یک قسمت این نوار ابزار بالا هست و یک قسمت نوار سمت چپ هست و نوار ابزار بالا رو به ترتیب خدمتتون اول میگم. خب این آیکون چرخنده ما تنظیمات سایت رو، همون قسمت مدیریت سایت رو برامون باز میکنه و همینطور دسترسی به قسمت تم ها رو برامون امکان پذیر میکنه که با کلیک کردن روی این گزینه مانیتور میتونید تم هایی که روی پورتالتون نصب هست ببینید و انتخاب بکنید. قسمت بعدی قسمت کاربر هست که با کلیک روی اون مشخصات کاربر و امکان رفتن به صفحه ویرایش کاربر و همچنین لاگ آوت کردن رو به شما میده. گزینه بعد گزینه هست که شما منتقل میکنه به صفحه اصلی. این گزینه که علامت مداد داره همون تنظیمات صفحه رو براتون لود میکنه، تنظیمات صفحه جاری، صفحه که داخلش قرار دارید رو براتون میاره و از طریق اون میتونید مشخصه صفحه رو عوض کنید که حالا در آینده کاملا توضیح میدم خدمتتون. این آیکون به اضافه امکان ساخت یک صفحه جدید در پورتال رو بهتون میده. آیکون سطل زباله این امکان بهتون میده که صفحه که در اون قرار دارید رو حذف بکنید. این آیکون پیش نمایش هم در حقیقت ابزارهای ادمین رو به صورت موقتی از روی صفحه حذف میکنه تا شما بتونید با دید کاربر ثبت نام نکرده سایت رو ببینید و متوجه بشید تغییراتی که انجام دادید چه تأثیری داشته. ببینید وقتی کلیک میکنیم تمام ابزارهایی که ما اینجا داشتیم، چرخ‌دنده هایی که داشتیم، اینها حذف میشه و شما سایت رو به صورت معمولی به دید کاربر عمومی میتونید ببینید و با کلیک بر روی آیکون این حالت پیش نمایش بسته میشه. قسمت دیگه ای که وجود داره در این کنترل پنل جدید این قسمت منوی همبرگری ماژول ها هست که موقعی که روی این کلیک میکنید لیست ماژول هایی که روی سایت شما نصب هست نمایش داده میشه. علاوه بر اون اینجا امکان جستجوی ماژول ها رو هم دارید. مثلا من الان وقتی HTML سرچ میکنم ماژول سند HTML رو برای من میاره. این کل کنترل پنل جدید بود. اجزا و کاربرد هر کدوم از کنترلرها رو در ویدیوهای آینده خدمتتون آموزش میدم. از اینکه همراه ما بودید متشکرم. خدا نگهدار.